پنجشنبه دوم دی ماه 1400 معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان این صنف در بیش از 100 شهر ایران به خیابان‌ها آمدند. ما خیابان را انتخاب کرده‌ایم چون شما دروغ می‌گویید. دولت ایران جزو ثروتمندترین دولت‌های جهان است. اما ایرانی فقیر است. این سیاست‌های اقتصادی شما ملت را به فقر و فلاکت نشانده است. ما صدای خودمان نیستیم، ما معلمان صدای این جامعه هستیم. صدای اعتراض این معلمان در حالی در شهرهای ایران شنیده می شد که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در توییتی از احضار بیش از 100 فعال معلم پیش از تجمعات توسط نهادهای امنیتی و تهدید آنها با هدف ممانعت از تجمعات خبر داده بود. منابع محلی از تجمع نیروهای امنیتی در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از تجمع معلمان خبر دادند. تجمع اعتراضی اما با وجود جو امنیتی برگزار شد. تجمع روز پنجشنبه در ادامه اعتراضات اخیر معلمان و فرهنگیان به تصویب طرح رتبه بندی در مجلس ایران برگزار می شد. یک هفته پیشتر پس از اعتصاب دو روزه معلمان ایران، مجلس شورای اسلامی لایحه رتبه بندی معلمان و فرهنگیان را تصویب کرد. معلمین عزیز ما مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی و مجموعه حاکمیت دغدغه اول ما در حقیقت معلمین هستند که بتوانند در تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین با امنیت کامل، با احساس خوبی و با شعف خوبی انشالله بتونن این کار رو پیش ببرن. فعالان صنفی معلمان اما این طرح را ناقص و ناکافی می دانند. مجلس در مورد رتبه بندی چیزی جز سرهمبندی نبود. جالب این که دولت مدعی شده است که همین لایحه ناقص و تحمیلی را هم در سال 1400 اجرا نخواهد کرد. علاوه بر اجرای بیکم و کسر لایحه رتبه بندی، اجرای قانون همسانسازی و ارائه آموزش کیفی رایگان و عادلانه در تمام کشور از دیگر مطالبات معلمان در اجتماعات روز پنجشنبه بود. خواسته دیگر معلمان آزادی همکاران زندانیشان بود. معلم زندانی آزاد باید ما معلم زندانی آزاد نشه آموزش و پرورش روی آرامش به خود نخواهد دید. من نمیتونم بشینم دختر اسماعیل عبدی 7 سال دوری پدر رو تحمل کرده، 10 سال دیگه باید تحمل کنه. من چه جوابی برای وجدان خودم خواهم داشت؟ همزمان گزارش هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد، حاکی از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به معلمان معترض در تهران و اینجا در شیراز. شاید آن که باتون را بالا میبرد از یاد برده که خواندن و نوشتن، جمع و تفریق، ریاضی و زیست را از همان کسی آموخته که حالا باتون را بر سرش میکوبد. من معلم و اگه خفه کنی یعنی بچه های این مردم را زندگی بور کردی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.